شکار پرندگان یک نوع ورزش قدیمی است و انواع پرندگان بی‌نظیر که سال‌هاست به افغانستان کوچ کردند به دام شکارچیان می‌افتند. افغان‌ها تا 40 سال جنگ برای سرگرمی پرندگان را شکار می‌کنند. شکار پرنده را بعد در سن 12 ساله 13 ساله بودم. شوقی نور بودم. تفنگ چرایی را می‌گرفتم، در نور می‌رفتم، باز نگازنی مرغایی شکار می‌کردم، بعد از او باز خیلای کلنگ اگه دوایدم شوق اومد که بیایی کس بکن کلنگ بازی کن. بهار زمان رسیدن کلنگ هاست و شکارچیان تلاش میکنند تا آنها را زنده به دام بیندازند. آنها از صدای پرندگان برای جلب توجه خیلی پرندگانی که میگذرند استفاده میکنند. شکارچیان دام ها را از طرف شب در صحرا پهن میکنند و قبل از طلوع آفتاب آنها را امتحان میکنند. زنده شا اگر در جال میگریم خوش مامه هم و خلاص کردنش و واغسش و پت پتش خیز که میدنه شوق و مادون موش است. جان‌آقا در بگرام تولد شده است و خانواده‌اش به دلیل جنگ‌های داخلی به پاکستان متواری شدند. بعد از برگشت خانواده‌اش از خانه آنها چیزی نمانده بود. جان‌آقا میگوید او از سن 12 یا 13 سالگی شکار میکند و تاکنون بیشتر از 1000 کلنگ، کوک، باز و قوچی‌ها را شکار کرده است. لذت شکار نمی‌دید که شکاری یک امید داره که میاد شکار میشینه که باش ما شکار بکنم. هر کار دنیا را که آدم یک کار پیشنیاد میکنم میره در کار موفق میشه یک لذت خاص دارم. جان‌آقا هم اکنون 100 دانه کلنگ در خانه خودش دارد که بعدا این پرندگان را به دکانها در نزدیک بازار بگرام و کابل برای فروش در بازار میبرد. مردم افغانستان مسکین از غریب هستند، این دینمی پیداگریشان است. مثال شکار میکنن، مثال از اینجا میگیرن کابل میبرن به حساب غریبی خود. یک پنج رو از او میخره، او شو میخره، بند نیشکر از هر کدامش که این حال من خریدم کابل میبرم من میفروشم. کابلی با سر دگه کس میفروشه. به دلیل عدم موجود طرفداران محیط زیست و مدافع حیات وحش، پرندگان به دام جان‌آقا میفتند و یا با گلوله او کشته میشوند. چند سال قبل زمین های قلعه اشمات خان برای شکار پرندگان در جنوب غرب کابل دوباره بازسازی شد. با آنکه جنگ در افغانستان به طبیعت صدمه رسانیده است، اما تا کنون برخی نقاط اطراف شهر کابل به طور کامل از ماین های جابجا شده پاکاری نشده است. آلودگی هوا و بی‌اعتنایی ساختن تعمیرات و مناطق مختلف وضعیت محیط زیست را بدتر ساخته است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.